رویترز گزارش داد که یک سند و همچنین گفته دیپلماتها و همچنین گفته دیپلمات ها نشان می دهد، آمریکا، بریتانیا و سایر کشورها خواستار بحث در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای محکومیت رفتار چین با ایغورها و سایر مسلمانان در منطقه غربی سینکیانگ هستند. محکومیت چین در شورای حقوق بشر طی 16 سال گذشته بی سابقه است و اگر کشورهای غربی به دنبال محکومیت چین در شورای حقوق بشر مستقر در ژنو باشند به رأی اکثریت اعضای شورا نیاز دارند از زمانی که گزارش مورد انتظار سازمان ملل در ماه گذشته مبنی بر نقض جدی حقوق بشر در سینکیان منتشر شد بحث های دیپلماتیک فشرده در حاشیه نشست شورا ادامه دارد چین قویا این اتهامات را رد کرده و با تیم جداگانه و قدرتمندی در حال رایزنی با کشورهای عضو شورا است با این حال پیشنویس محکومیت چین تا کنون توسط آمریکا بریتانیا کانادا سوئد دانمارک ایسلند و نروژ حمایت شده است این کشورها به دنبال طرح این موضوع در جلسه بعدی شورا در فوریه 2023 هستند گفته نیست چین به زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغور و شکنجه آنها متهم است چین همچنین به فشار بی امان فرهنگی و اقتصادی به بیش از ده میلیون مسلمان ترکتبار در سینکیان متهم است این در حالی است که گزارش هایی در مورد تلاش برای کنترل جمعیت این مسلمانان نیز مخابره شده است